خوردن به میل خود و شفای چاقی و دیابت چرب اکنون به لطف این مکارونی بدون کربوهیدرات امکان پذیر شده است که حتی بزرگترین اشتها را سیر می کند. در این ویدیو می دانید که چه عاملی باعث دو بیماری غالب قرن 21 می شود و چگونه این تاریاتل کنجاک ارگانیک با طعم لطیف اسفناج به شما کمک می کند رژیم کتوژنیک دکتر دوکان را دنبال کنید تا به اهداف خود با خیال راحت، سریع و مؤثر برسید. زمان غلبه بر چاقی و دیابت چرب است که بیشتر به عنوان دیابت نوع 2 شناخته می شود. دیابت چرب، دیابت نوع 2. قابل توجه است که مصرف غذاهای پرکربوهیدرات منجر به افزایش قند خون پس از غذا و به دنبال آن افزایش انسولین در خون می شود. در دراز مدت این افزایش منجر به فرسودگی پانکراس تولید کننده انسولین می شود که باعث مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 یا دیابت چرب می شود. این نوع دیابت زمانی رخ می دهد که لوزالمعده انسولین کافی برای رفع نیازهای بدن تولید نمی کند یا بدن به اندازه کافی به عملکرد انسولین پاسخ نمیدهد. در این مورد ما از مقاومت به انسولین صحبت میکنیم که اغلب در بیماران مبتلا به چاقی شکمی مشاهده میشود. این دیابت شیرین اغلب با رژیم غذایی محدود، ورزش و استفاده از داروهای خوراکی کاهش دهنده قند خون کنترل می شود. با این حال بیماران بالغ مبتلا به دیابت نوع 2 گاهی اوقات به انسولین طولانی اثر پایه برای کنترل قند خون بالا نیاز دارند. شاخص گلیسمی ماکارونی. برای داشتن تصویر واضح‌تر دانشمندان یک شاخص گلیسمی را به انواع مختلف ماکارونی به عنوان وسیله‌ای برای رتبه‌بندی آنها بر اساس میزان گلوکز خون یا قند خون آنها اختصاص دادند. حال بیایید شاخص گلیسمی تالیاتل کنجاک را با سایر انواع ماکارونی مقایسه کنیم. باید بدانید که زمان پخت، روش فراوری و شکل غذا بر روی شاخص گلیسمی این غذاهای نشاسته‌ای تأثیر دارد. بنابراین فرایند تبدیل غلات به آرد کار گوارشی را برای شما انجام می‌دهد و غذا سریع‌تر از دستگاه گوارش به خون منتقل می‌شود. از این رو شاخص گلیسمی بالای ماکارونی سفید معمولی یا ماکارونی کلاسیک است. در صورتی که غذا بیش از حد پخته شده باشد، مانند تالیاتل گندم که خوب پخته شده باشد، همین امر صدق می‌کند. برای مقایسه، شاخص گلیسمی ماکارونی گندم سبوسدار به نام انتگرال و آلدنته پخته شده حدود 5 دقیقه کنتر است، اما با توجه به مقدار مصرف افزایش می‌یابد. سپس بار گلیسمی در نظر گرفته می‌شود. بار گلیسمی چیست؟ علاوه بر در نظر گرفتن شاخص گلیسمی یک غذای کربوهیدراتی به منظور اندازه‌گیری توانایی این ماده غذایی در افزایش سطح قند خون یا سطح گلوکز خون، بار گلیسمی مفهومی از مقدار یا اندازه وعده را معرفی می‌کند. بار گلیسمی یک وعده غذایی. برای محاسبه بار گلیسمی یک وعده غذایی، شاخص گلیسمی یک غذای معین را در درصد کربوهیدرات ضرب کنید. ضرب در اندازه وعده، وزن خالص بر حسب گرم، تقسیم بر 100، تقسیم بر 100 کنید. بیایید به خاطر داشته باشیم که بار گلیسمی کمتر یا مساوی در کم است، بار گلیسمی 11 تا 19 متوسط است، بار گلیسمی بیشتر یا مساوی 20 زیاد است. بیایید آزمایشی را با مثلا یک ظرف 300 گرمی ماکارونی پخته انجام دهیم که تقریبا معادل 100 گرم ماکارونی خام است. حتی اگر ماکارونی سبوسدار با حدود 65% کربوهیدرات را انتخاب کنید و حتی اگر بیش از حد پخته نشده باشد و لقمه سفت بماند، به عبارت دیگر آلدنته پخته شده باشد، باز هم در نهایت با یک بار گلیسمی 26 مواجه میشوید که بسیار بالا است و بنابراین این غذا بسیار هیپرگلیسمیک است. در این مورد خاص اندازه سهم باید کاهش یابد. از 100 گرم ماکارونی خام به 70 گرم یا 200 گرم ماکارونی پخته شده که به ما یک بار گلیسمی متوسط 18.2 می دهد. برای ثبت، هرچه بار گلیسمی یک وعده غذایی بالاتر باشد، آن وعده غذایی به انسولین بیشتری نیاز دارد و چربی بیشتری تولید می کند. برای کسانی که می خواهند وزن کم کنند و ماکارونی را به میل خود مصرف کنند، این تالیاتل کنجاک فوق‌العاده ترین پاسخ است. در واقع کنجاک مزایای مضاعف کاهش سطح قند خون و همچنین کاهش میل به کربوهیدرات را ارائه می دهد. کنجاک چیست؟ در اصل کنجاک گیاهی نزدیک به غذاهای نشاسته‌ای است، اما ویژگی آن ذخیره سازی ذخایر انرژی نیست. هنگام برداشت خالی است و فقط شامل فیبر باقی مانده می شود. هنگامی که فیبرهای آن دوباره ترکیب می شوند، به غذاهایی تبدیل می شوند که فقام غذاهای نشاسته ای را تقلید می کنند، اما اینطور نیست. به عنوان مدرک، کنجاک حاوی 1 گرم کربوهیدرات نیست. اضافه وزن و چاقی. از آنجایی که مقصر اصلی اضافه وزن و چاقی انسولین است که گلوکوز قند اضافی خون را به چربی تبدیل می کند، یک غذای بدون کربوهیدرات نمی تواند
تواند منجر به افزایش وزن شود. فیبر کنجاک. علاوه بر این، کنجاک یک منبع عالی از فیبر محلول گلوکومانان است که برای بازسازی عمیق فلور روده و فعالیت خوب گوارشی ضروری است. این فیبرهای کمیاب و گرانبها به تعادل مجدد هضم، پر کردن فلور روده کمک می‌کند که به نوبه خود باعث تقویت سیستم ایمنی و مقاومت در برابر بیماری‌ها، عفونت‌ها، ویروس‌ها، میکروب‌های مضر و باکتری‌های بد می‌شود. کنجاک و یبوست. کنجاک می‌تواند 100 برابر حجم خود آب جذب کند. بنابراین 5 گرم گلوکومانان فیبر فعال کنجاک می‌تواند توده‌ای نرم و انعطاف‌پذیر به وزن نیم کیلو را تشکیل دهد. چنین حجمی فشار ملایمی بر دیواره‌های روده وارد می‌کند که باعث ایجاد انقباض ملایم می‌شود و از ایجاد یبوست جلوگیری می‌کند. با داشتن 5.3 گرم فیبر در هر 100 گرم، بالاترین محتوای فیبر در بین تمام غذاهای مخصوص کنجاک، این تاریاتل‌های ارگانیک کنجاک با اسفناج برای افراد مبتلا به یبوست مزمن بسیار مفید است که با اجتناب از استفاده از ملاین‌های تحریک کننده یبوست را تسکین می‌دهند. قبل از مصرف یک لیوان بزرگ آب بنوشید تا فیبرهای آنها بتوانند عملکرد خود را به طور مؤثر و پایدار انجام دهند. کنجاک برای ارضای اشتهای زیاد شما. بسیاری از متخصصان تغذیه مانند دکتر پیر دوکان کارایی کنجاک را با توپی پر از آب مشابه آنچه جراحان چاقی در معده کاشته بودند مقایسه کردند، تکنیکی که مدت‌ها قبل از ظاهر شدن نوار معده، بایپاس معده یا اسلیو گاسترکتومی انجام می‌شد. تالیاتل کنجاک ارگانیک با اسفناج با 95% کالری کمتر نسبت به تالیاتل گندم یا حتی ماکارونی کلاسیک، با محتوای بی‌نظیر فیبر گلوکومانان، تقریبا بدون کربوهیدرات یا چربی، این تالیاتل کنجاک اسفناج ارگانیک همراه با منبعی از پروتئین خالص، بدن شما را به کار می‌اندازد و میل شما به کربوهیدرات را کاهش می‌دهد. در واقع، مصرف زیاد پروتئین خالص در کنار مصرف کم کربوهیدرات و چربی به بدن شما اجازه می‌دهد تا وارد کتوز شود. کتوز حالتی است که در آن بدن برای جبران سطح ناکافی گلوکوز شروع به مصرف مقادیر زیادی چربی می کند. هنگامی که بدن ذخایر چربی خود را می سوزاند، کتونها که در غیر این صورت به عنوان اجسام کتونی شناخته می شوند در خون تجمع می یابند و سپس به داخل ادرار می ریزند تا بدن بتواند آنها را خارج کند. کتونها یا اجسام کتونی مواد شیمیایی هستند که توسط بدن تولید می شوند زمانی که انسولین کافی در خون وجود ندارد و به جای استفاده از گلوکوز برای تولید انرژی باید از ذخایر چربی استفاده کند. با انجام این کار وزن و چربی بدن خود را کاهش می‌دهند، در حالی که سرمایه استخوانی و عضلانی خود را حفظ می‌کنید. علاوه بر این، اثر سیرکننده پروتئین‌های خالص همراه با اثر ضد اشتهایی اجسام کتونی یا کتون‌ها که در طی کتوجنز سنتز کتون‌ها ایجاد می‌شوند، هر گونه احساس گرسنگی را از 48 ساعت اول این رژیم کتوژنیک کم چرب مسدود می‌کند. این تالیاتل کنجاک با عمل به عنوان یک سرکوب کننده اشتها، مؤثر، ایمن و کاملا طبیعی، کاهش وزن را حتی آسان‌تر می‌کند. از سوی دیگر، این نوع رژیم کتوژنیک به ویژه برای افرادی که مقاومت به انسولین ایجاد کرده‌اند، مفید به نظر می‌رسد. رژیم کتوژنیک کم کربوهیدرات و کم چربی مطابق با دو مرحله اول لاغری روش کلاسیک رژیم دوکان، یعنی فاز اتک مرحله حمله پروتئین خالص و فاز کروز مرحله کروز پروتئین و سبزیجات و در این حال رعایت فرایند کتوز ایجاد شده است. روش کلاسیک رژیم دوکان تنها رژیم لاغری است که میتواند دیابت نوع 2 یا دیابت چرب، اضافه وزن و چاقی را به صورت ایمن، سریع و مؤثر شفا دهد. 72 پروتئین خالص، هر چقدر که میخواهید بخورید. 28 سبزیجات غیر نشاسته‌ای تا میتوانید بخورید. کنجاک به میل خود، غذای مبارزه.